با سلام به هموطنان عزیز، امروز مهمان عزیز ما آقای دکتر حسین‌پور از مردم قهرمان بلوچ هستند. ایشان یکی از وکلای سرشناس بلوچ‌ها در آمریکا هستند و در آمریکا نیز ساکن می باشند و در خصوص حقوق بشر فعال هستند. من برنامه را بدون اینکه وقت اضافه‌مون را صرف این مسئله بکنم به سراغ آقای دکتر حسین‌پور میرم مستقیما با این تا خودشونو به مردم قهرمان آذربایجان معرفی کنند. آقای دکتر بفرمایید. خدمتتون هستم. استاد سلیمانی عزیز، سلام و درود بر شما و همکاران محترم شما و سلام و درود بی پایان ما ملت بلوچ به ملت بزرگ و قهرمان آذربایجان و به همه شنوندگان عزیز شما و بینندگان محترم شما در سرتاسر دنیا. من البته همونطوری که لطف کردید و اشاره فرمودید دکتر محمد حسن حسین‌پور هستم، وکیل دادگستری آمریکا و همونطوری که صحبت کردیم اخیراً کتاب من که به زبان انگلیسی چاپ شده بود حدود 20 سال قبل و به فارسی ترجمه شده و در لندن چاپ شده به فارسی. البته در ایران اجازه چاپ ندادند به خاطر سانسور شدید جمهوری اسلامی و البته این کتاب که اسمش به انگلیسی هست ایران و ملیت‌هایش، مسئله ملی بلوچ، در لندن تحت عنوان ایران و اقوامش جنبش ملی بلوچ چاپ شده است. و البته عرض کنم که این اولین تحقیق جامع و کاملی هست که بر اساس معیارهای علمی و اکادمی که رایج در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا تدوین شده و به طبع رسیده و اولین تحقیق به صورت علمی از مسئله ملیت‌ها در ایران هست، که این موضوع اصلی کتاب البته مسئله ملیت هاست. همونطوری که میدونیم ایران یک کشور چند ملیتی است، متشکل از ملت های ترک، فارس، بلوچ، کرد، عرب، ترکمن، لور و اقوام دیگری هم که هستند. و این مسئله که من نوشتم جنبش ملی بلوچ و ملیت‌های ایران یک عکس العمل بسیار شدیدی بین مرکزگرایان وجود آورده و بنده حمله آماج مرکزگرایان قرار گرفتم که چرا به مسئله ملیت ها من رسیدگی کردم در این کتاب و چرا عنوان کتاب هست جنبش ملی بلوچ، چون در ایران فقط یک ملت هست و ملت دیگری وجود ندارد، بقیه همه اقوام. آقای دکتر ببخشید با عرض معذرت حرفتون رو قطع میکنم. برنامه اصلی ما در این خصوص چه در باره این کتاب نظریات مختلفی ارائه شده، مخصوصا آقای دکتر نوریزاده برنامه را ترتیب داده بودند در خصوص اون کتاب و بد و بیراهای بسیاری برای شما نثار می شدن. در این خصوص می خواستم نظر شما را بدونم. بله، البته من چون به عنوان یک محقق به این مسئله بررسی کردم،
همینطور که عرض کردم این بررسی که من کردم به اصطلاح نتیجه‌ای که من گرفتم و این نتیجه، البته این مسئله جنبش ملی بلوچ از سه جنبه من مورد بررسی قرار دادم. یکی ساختار سیاسی، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بلوچ است. این جامعه در طول قرون چطوری تحول پیدا کرده و شرایط فعلی جامعه بلوچ چگونه هست و روابط این ملت بلوچ با دولت‌های مرکزی چه بوده. و البته آقای نوریزاده اومدند و همون مسئله که من مطرح کردم گفتن که این حرفایی که من میزنم که در از ملیت صحبت میکنم در حالی که در ایران فقط ملیت هست، این به قول خودشون نقل قول جعلیات هست، چون در ایران فقط یک ملت هست و من نباید در مورد ملت یا ملیت حرفی بزنم. این سخنشون جعلیات دیگه. شنوندگان محترم و بینندگان محترم خودشون میدونن، ولی من نمیخوام در مورد این حرفایشون چیزی بگم. ولی در بررسی که من کردم در رابطه ملت بلوچ با دولت مرکزی ایران که این همون در مورد ملیت های دیگه هم صادق است در مورد آقای دکتر، تعریف مشخصی که شما با توجه به اینکه حقوقدان هستید، کارشناس حقوق هستید و به هر حال به متونهای بین المللی شما دسترسی فراوانی و در خصوص تعریف ملت در کل در ایران و در جزء که مطرح میشه، اینو شما چگونه ارزیابی میکنید در خصوص ایران؟ بله عرض کنم که اصلا این موضوع، از قبل از اینکه من به موضوع ملیت بپردازم، من این موضوع تعریف ملت و ملیت بررسی کردم، هم از جانب حقوقی و هم از جانب متون علم سیاست و متون علم روابط بین الملل، international relation. مقوله ملت، این تعریفی که هست و تقریبا جهان شمول هست، این هست که ملت به مجموعه ای از مردم هستند که دارای سرزمین مشترک یک، تاریخ مشترک دو، زبان مشترک سه و فرهنگ مشترک چهار. یعنی یک گروهی از مردم که دارای سرزمین مشترک، زبان مشترک، تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک باشند. بر اساس این تعریف بلوچ ها، ترک ها، کرد ها، عرب ها، ترکمن ها در ایران مثل ملت فارس ملت هستند. و این تاریخ، فقط نقطه‌ای که میخوام اضافه بکنم، مارکسیستا علاوه بر این چهار خصوصیت اقتصاد مشترک هم اضافه می کنن، ولی بقیه اضافه نمی کنن. ولی اگر این را هم اضافه بکنیم، اقتصاد مشترک، این در مورد باز هم در مورد تمام این ملل صادق است که ملت ترک اقتصاد مشترکی دارن در سطح
آذربایجان. این همین ارتباط البته ایران ببینید ایران ما اقتصاد مشترک تمام دنیا به از به لحاظ اقتصادی و حالا به همدیگر وابسته هستند. اینو ما نمیتونیم به خاطر ارتباط اقتصادی و مفاهیم اقتصادی یه مقوله دیگه جهان شمول شده جهانی شده حالا ما نمیتونیم اینا، اما به لحاظ مرزی ما در طول تاریخ مثلا به فرض همین بلوچستان ما مرزهای مشخصی با حاکمیت های چیز داشتن، حتی حاکمیت های مستقلی در طول تاریخ داشتن، حتی در دوران قاجار نیمه مستقل بودن. حالا میرسیم بود این تعریف ملت هست، تاریخ مشترک، زبان مشترک، سرزمین مشترک و فرهنگ مشترک، که این بر این اساس این رابطه اینا ملت هستند. به این جهت من از اصطلاح ملیت یا ملت استفاده کردم. این یک. دوم، در تمام متونی که در سطح بین المللی در روابط بین الملل و حقوق بین الملل استفاده شده در این مورد، به کشورهایی مثل ایران کشورهای کثیر المله میگن، مالتی نشنال ستیتس، کشورهای کثیر المله، و من بر این اساس این عنوان کتابه که لب مطلب هست ایران و ملیتهایش عنوان کردم. بعد در بررسی که من کردم در که استلالوب اصلی کتاب هست، همین رابطه دولت‌های مرکزی با ملل در بند در ایران هست، و بعد با بررسی سیاست‌های سیاسی، اداری، اقتصادی، قانونی و فرهنگی و زبانی دولت‌های مرکزی درباره این ملیت‌ها، همه این سیاست‌ها از تمام این جوانب نشون میده که هدف اصلی دولت‌های مرکزی اسیمیله کردن و این ملیت‌ها در فرهنگ حاکم هست. این اسیمیله کردن معنیش اینه که فرهنگ اینا رو، تاریخ اینا رو، زبان اینا رو محو بکنن در فرهنگ حاکم. حالا این سیاست از نظر اداری چطوری پیاده شده؟ از نظر اداری اومدن مثلا بلوچستانه به چند قسمت تقسیم کردن. یکیش استان بلوچستان هست که قبلا استان بلوچستان بود، بعد بلوچستان و سیستان، بعد سیستان و بلوچستان در زمان جمهوری اسلامی. یکیش این استان هست، یکیش هم استان هرمزگان هست که بلوچستان، یکیش هم مناطق شمالی بلوچستان که به کرمان و خراسان جنوبی زمینه شده. این تقسیم بلوچستان به این چهار در قسمت دلیل اصلیش این بوده که اینا رو بتونن بهتر جذب و حل بکنن در ایران تمرکز سیاست آسیمیلی. این همین سیاست در مورد آذربایجان به کار بردن که آذربایجان رو تقسیم کردن به آذربایجان شرقی، غربی، زنجان ها و اردبیل، چندین قزوین. همین سیاست در مورد کردا پیاده کردن، کردستان رو تقسیم کردن، کردستان، کرمانشاه و همونطوری که میدونید. این مثلا از نظر اداری میگم. از نظر زبانی اومدند زبان فارسی را زبان رسمی کردند و زبان استفاده از زبانهای مادری را در مدارس و تدریس زبانهای مادری را ممنوع کردند. دلیلش همینه که بگن ما فقط ها یک زبان داریم، بقیه ملت نیستن، ها زبان ندارن. از نظر فرهنگی هم این همین کار کردن، اومدن فرهنگ های
این ملل، ملت بلوچ، ملت ترک و ملت کرد، ملت عرب، اینا رو کاملا از بین بردند یا تلاش کردند از بین ببرند. و همونطوری که میدونید در مورد فرهنگ این ملت ها هیچ سخنی در از رادیو تلویزیون ها، در مطبوعات، در مدارس سخنی به میان نمی آید. بعد از نظر تاریخ هم که میدونید تاریخ آذربایجان که در ایران تدریس نمی کنن، حتی خود آذربایجانی ها بلوچ ها تاریخ بلوچ ها که تدریس نمی کنن، ها؟ یعنی که ما کاملا تاریخمون فراموش بکنیم. بعد از نظر سیاسی هم که شما میدونید که تمام تصمیمات در مورد این مناطق، آذربایجان، بلوچستان، کردستان، عربستان، ترکمن صحرا، در تهران گرفته میشه بدون کوچکترین شرکتی از جانب این ملت ها. و در مورد بلوچستان تمام، حتی فراش هم از بیژن، از مناطق غیر بلوچ می آوردن در بلوچستان، شما خوب مستحضر هستید. و بلوچه ها هیچ وقت در پستای کلان در ایران شرکت نداشتن، نه تنها در دولت مرکزی بلکه در خود بلوچستان هم شرکت نداشتن. این هم از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی هم شما نگاه بفرمایید، تمام فعالیت های اقتصادی و تولیدی از جمله کارخانجات و سایر واحدهای تولیدی در مناطق مرکز نشین هست، در بلوچستان که از تنگه هرمز تا کراچی دریای عمان و اقیانوس سند و ساحل دارند، یک کارخانه تولیدی ایجاد نکردند. تنها کاری که کردن منابع طبیعی بلوچستان مثل طلا و نفت ها، اینا رو تاراج کردن و به نفع به اصطلاح کارمندای دولت اومدن غیر بلوچ از تهران، جیبشون رو خود پر کردن و رفتن در شمال ویلا خریدن. تنها چیزی که در بلوچستان به جای گذاشتن فقر، تبعیض و ظلم بوده و اختناق، دیگه چیز دیگری ملت بلوچ. و از این جهات وقتی که نگاه میکنیم این سیاستی بوده که در مورد کل اقوام این ملیت ها در ایران به کار برده شده. بعد با توجه به این سیاست اسیمیله کردن و بررسی سیاست های اداری، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی و زبانی دولت مرکزی در مورد این ملیت ها نشون میده، تحقیق من ثابت میکنه که این رابطه بین این ملیت ها و دولت مرکزی که البته میدونید فارسگرا است، فارس محوره، در اصطلاح بین المللی بهش میگن استعمار داخلی. استعمار داخلی مثل استعمار خارجی یک سیستمی است که شامل تسلط اداری، سیاسی، نظامی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی یک ملیت بر ملیت‌های دیگر هست. اینو بهش میگن استعمار داخلی در اصطلاحات روابط بین الملل و علم سیاست. عین این در ایران وجود داره. حالا این که وجود داره، حالا ببینیم مثلا استعمار داخلی رو در مقابل استعمار خارجی که قبلا کشورهای جهان سوم برای آزادی از استعمار می جنگیدن چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. اونا کشورهای خارجی، استعمارگران خارجی هم تنها استعمار این بود که تسلط سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی داشتن و اداری بر اون ملت. و بعد این استعمار خارجی
منجر به بروز جنبش های آزادی خواهی شد که منجر به استقلال کشورهای جهان سوم شد. این همین استعمار، این استعمار داخلی هم این همون استعمار خارجی منجر به ظهور جنبش های آزادی خواهی در بین ملت بلوچ، ملت کرد، ملت ترک شده. و این بررسی من اینه کاملا نشون میده. و بعد اگر ما نتیجه بگیریم که این استعمار خارجی که تمام تسلط اداری، نظامی، سیاسی، اقتصادی کشورهای غرب بر جهان سوم بود، منجر به بروز جنبش های آزادی خواهی و سرانجام استقلال. اون میرسیم. یه سوالی میخواییم. این بحث ما زیاد در مورد آقای دکتر نوری‌زاده هست که مسائلی را، اتهاماتی را برای شما متوجه میکنند. از جمله این اتهامات این است که آماری که شما گویا داده این آمار به نفع فارسها بوده و فارسها در اکثریتن و در ضمن شما میفرمایید که طبق آماری که ارائه داده این، اما با توجه به اظهارات آقای دکتر نوری‌زاده میگه اونجا فارسها را میگن به اصطلاح اینها در اکثریتن، در حالی که یک طرف هم میگین گویا این تناقض آماری که گویا شما از طرف شما ابراز شده، آیا این صحیح است؟ کاملا ناصحیح و مغلطانه هست ها؟ چون آماری که من دادم، البته این آمار مال 20 سال قبل، زمانی که جمعیت ایران 60 میلیون بود، طبق آمار جمعیت ایران مرکز آمار شما ارائه دادین. بله، البته شما میدونید که هم دولت پهلوی، هم در زمان پهلوی و هم در زمان جمهوری اسلامی، آمارهای رسمی که دولت ایران میده هیچ وقت آمار تفکیک جمعیت ترک، جمعیت بلوچ، جمعیت کرد نشون نمیده. این هم یکی از سیاستهایشون بوده که نشون ندن که در ایران ها. چرا تیمسار رزمارا یک کتابی داره به نام دیگه ها و جغرافیای ایران، در اون کتاب به صراحت به ملت های موجود در ایران پرداخته و خیلی دقیق اونو، البته این آمار خیلی قبل، نه ولی من در مورد آمارای رسمی که از طرف دولت ایران، من در مورد کتاب و آمارای دست دوم بونم میرسیم، ولی آمارای رسمی ایران چه در زمان جمهوری اسلامی چه در زمان پهلوی هیچ وقت تفکیک نکردن که جمعیت ملت ترک در ایران چقدره یا جمعیت ملت بلوچ چقدره. این هم یکی از همون ظواهر سیاست اسیمیل سازی هست که بگن در ایران ها همه غیر فارس وجود نداره، اصلا همه یعنی یکسان هم. یکسان سازی در همون جهت. ولی با توجه به این من مجبور شدم به آمارهای که در کتابهای علمی تحقیقی که در مورد ایران نوشته شده به اونا مراجعه بکنم و همچنین نگاهی به اصطلاح مناطق بلوچ نشین که در ایران مثلا هست یا ترک نشین بر اون اساس ها بونام نگاهی بکنم و آماری که مثلا در 1980 جمعیت ایران حدود 60 میلیون بود، این آمار مربوط به اون زمانه. من مثلا یک نویسنده بسیار معتبری هست که استاد دانشگاه هست، نیکی کدی اسمش هست، خانم نیکی کدی استاده ها، بعد پروفسور کدی اون هم مثل ما بررسی کرده، چون آماری نیست، آمار رسمی که نشون بده جمعیت ایشون، اومدند و گفتند که بر اساس بررسی های ایشان جمعیت ملل غیر فارس در ایران حدود 55%
و جمعیت فارسا حدود 45%. این بعد چندین مطالعه دیگر منم دیدم که به همین به اصطلاح موضوع میپردازه. بعد هم من نگاه کردم به جمعیت استانهای غیر فارس نشین که یه مقداری هم اینه تایید میکنه که مثلا فارسا هم یک در ایران همه اقلیتن، فارسا هم یک اقلیتن ولی بزرگترین اقلیتن، 45% جمعیت هستن. یعنی از 60 میلیون اگر 45% فارس باشن میشه 27 میلیون که این چیزی که من گفتم در کتابم. اون 33 میلیون بقیه غیر فارس هستن، ترکا هستن، کردا هستن، بلوچا هستن. و الان که شما میدونید جمعیت فعلی آذربایجان ترکا حداقل بین 20 تا 30 میلیون نفرن، بلوچا بیش از اون هست. ما مثلا خود حاکمیت، مردم اون مسئولین حاکمیت اظهار می‌دارن 60 بیش از 60 درصد جمعیت تهران 12 میلیونی ترکه. بله. بعد جمعیت بلوچستان مثلا که من اصلا رفتم حساب کردم، ما هستش الان کاملا همین دو یه ماه قبل که رفتیم جمعیت استان بلوچستان، استان هرمزگان، مناطق بلوچنشین استان کرمان، مناطق بلوچنشین خراسان جنوبی، اینا رو به هم اضافه کردیم جمعیت بلوچهای ایران 8 میلیون نفره. کردام حداقل 10 میلیون نفرن، عربام حداقل 5 6 میلیون نفرن، ترکمنام حداقل 4 5 میلیون نفرن. بعد شما اینا رو به هم جمع بکنید، حالا لورها هستند، گیلکی ها هستند، تالشی ها هستند، قشقایی ها هستند، همه اینا رو اضافه بکنید، یعنی جمعیت غیر فارس در ایران به مراتب بیش از 55% خواهد بود، ولی آمار رسمی که نیست. این حرفایی است که من زدم، ولی مبارزین همونطوری که خود شما میدونید اومدند تمام حرفای من علمی بوده اینا رو اومدن مغلطه کردن که نگذارن مردمی که تشنه آگاهی و دانستن هستند و خصوصا ملت های غیر فارس که تشنه از برای دانستن، برای آگاهی در مورد هویتشون، تاریخشون، فرهنگشون، زبانشون هستن، اینا میخوان مغلطه بکنند که اونا از این محروم بشن. آقای دکتر، یه سوال اینجا مطرح میشه، اون اینه علت همسویی افرادی مانند آقای دکتر نوری‌زاده با حکومت جمهوری اسلامی در خصوص ملیت ها چیست؟ علت این که اونها هم فکرن، به فکرشون در برابر ملیت های ایرانی روی هم میفته، یعنی قبول ندارن این ملیت ها را، علت این همسویی چیه؟ والا من یک چیزی که میتونم عرض کنم اینجا، مسئله قدرت هست. فارسه ها قدرت مطلق سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و زبانی رو در ایران در اختیار دارند و اینا هیچ وقت حاضر نخواهند شد که این قدرت با ترکا، با بلوچا، با کردا، با عربا سهیم بشن. اینه که از هر طیفی باشن، حالا مجاهد، سلطنت طلب، جمهوری اسلامی، همه اینا در حفظ
شرایط موجود که به نفعشون هست، وضع موجود که قدرت مطلق دست دارن شریک هستن. فرضاً ایدئولوگ نظریه پرداز بزرگ شاه و حزب راستاخیز آقای داریوش همایون بود که وفات کردن، خدا رحمتش کنه. ولی ایشون صریحاً در یکی از سخنرانیاش گفت که اگر این ملت‌ها، که نمیگفت ملت‌ها، اگر این اقوام بخوان ایران تجزیه بکنن، من شخصاً حاضرم برم زیر چتر خمینی و با اونا بجنگم. این دست راست کریله این حرف زد، و جمهوری اسلامی هم که میدونید این همین حرف میزنن. این که جاهلین هم شما میدونید که این همین حرف میزنن، یعنی هیچ حتی مارکسیستای ایران که همون فارسای مارکسیست ایران که در مارکسیزم حکم تعیین سرنوشت قبول دارن در تئوری در نظر، اونا هم مخالفه به اصطلاح این ملت ها هستن اگر بخوان حق تعیین سرنوشت شونه. دلیل اصلیش همون قدرته، اونا نمیخوان از هر طیفی باشن، این میخوان گاو مقدسه که میدوشن و زبانشون رسمی هست، دینشون رسمی هست، قدرت مطلق اقتصادی رو در دست دارن، پول نفت در دستشونه، سلاح در دستشونه، اینا چرا بیان بگذارند ترکا به زبان مادریشون بخوانند، بنویسن، مدارس خودشون داشته باشند، خودشون ها خودشون اداره بکنند، یا بلوچ ها هیچ وقت. و این البته دلیل اصلی عقب افتادگی ایران هست. و آقای دکتر، ما تجزیه طلب نیستیم که، تجزیه زاییده سیاست های شاه و شیخه. هم شاهشون چه رضا شاه باشه، چه محمد رضا پهلوی باشه، مردم ما را چه بلوط، چه عرب، چه کرد، چه اقوام دیگر، ملیت‌های دیگر، همش را قتل عام کردن. ما در طول تاریخ شاهد قتل عام‌های این ملت‌ها بودیم، به استبداد حاکم در این دوران شاه هم شاهد بودیم، هم چه رضا شاه، چه محمد رضا پهلوی و چه ملاها، همشون برای ما جز تبعیض، جز ظلم، جز ستم هیچ چیزی به بار نیاوردن. اگر شما دقت کنید، حاشیه های ایران از بلوچستان گرفته تا خراسان، از خراسان گرفته تا آذربایجان، از آذربایجان گرفته تا کردستان، از کردستان گرفته، یعنی حاشیه های ایران یک ظلم و ستم مضاعفی بر اونها حاکم بوده. ما خودتون اعتراف دارین، خودتون شاهدین بر این مسئله، بلوچستان بزرگترین ذخایر معدنی، چه طلا، چه آهن، چه مس و چه آذربایجان، کردستان، عربها بزرگترین مرکز ثروت ایران را در دست دارند، ولی از این چه حاصلی برای اونها شده؟ جز فقر، جز فلاکت، هیچ چیزی عاید ملت‌های ما نشده. این ظلم و ستمی که بر ما روا میشه، اون موجب میشه مردم ما قیام کنن، مردم ما بر علیه اونها به پا خیزن و بگویند ما تجزیه میخواهیم. پیشوری ما گفته اگر تهران به حرفهای ما، به خواسته های ما تن ندهد، خواهیم گفت خدا حافظ تهران. حالا این ملت ها به این نتیجه رسیدن که ما، دولت آمریکا از ما میخواد در کنار دولت ملت فارس
یک حکومت دموکراتیک تشکیل بدیم. آیا به نظر شما اینها مایلند با ما به صورت مسالمت آمیز با هم در یک کشوری دموکراتیک زندگی کنیم؟ من عرض کنم خدمتتون که این حاکمان فعلی، همونطور حاکمان سابق، چه شاه چه شیخ، اینا هیچ وقت حاضر نخواهند شد قدرت با ملیت‌های دربند سهیم بشن. این تاریخ نشون داده. و بعد هم من عرض کنم که این مسئله به اصطلاح جنبش ملی بلوچه که من بررسی کردم، بعد از این مسئله از نظر منطقه‌ای و هم از نظر بین المللی که چه تأثیراتی ها تحولات منطقه‌ای بر جنبش ملی بلوچ داشته و یا ناسیونالیسم بلوچ و هم تحولات بین المللی مثل جنگ سرد. بعد این بررسی که من کردم در این کتاب دیدیم که همونطور که شما اشاره فرمودید، این ملیت‌های ایران دو چیز از نظر منطقه‌ای با هم مشترک دارند. یکی اینه که همه اینا در مناطق مرزی ایران هستند، یعنی آذربایجان در شمال غربی، کردستان مرز ترکیه و بعد کردستان همینطور مرز عراق، عرب ها همینطوری مرز عراق، ترکمن ها مرز ترکمن با ترکمنستان، بلوچ ها با پاکستان و افغانستان. این یک. دوم هم این که دیدیم، این بررسی که من کردم از نظر تحولات منطقه‌ای، دیدیم که تمام این ملل ملل تقسیم شده ای هستند. این منظور که مثلا بلوچستان یک ملتی است، یک سرزمینی است که بین ایران، پاکستان و افغانستان تقسیم شده. آذربایجان بین ایران ها و آذربایجان شمالی ایران به دو بخش تقسیم شده. بعد کردستان همینطور بین ایران و عراق و ترکیه و سوریه ما، عربا همینطور، ترکمن ها همینطور. به این جهت بعد این نشون میده که هر تحولی در منطقه اتفاق بیفته، خود به خود روی این جنبش های ملی این ملل تأثیر خواهد گذاشت و برعکس جنبش های ملی این ملل، جنبش ملی بلوچ، روی تأثیرات منطقه‌ای در تأثیرات منطقه‌ای هم اثر خواهد گذاشت. بعد این جنبش ملی بلوچ ما هم از نظر بین المللی هم بررسی کردیم که مثلا خب شما میدونید که بلوچستان اولا یک سرزمین پهناوری است که شما از تنگه هرمز بگیر، بندر عباس تا کراچی، این سواحل بلوچستان 1000 مایل ها. و بعد مرز شمالیش از تنگه هرمز شروع میشه تا مرز افغانستان، این همون مرز چیشه. بعد مرز غربی شرقیش هم که رود سند هست، جنوبش هم که اقیانوس هند و دریای عرب و هم دریای عمان هست. خب یک همچین منطقه استراتژیکی از زمان تاریخی تمام فاتحین میخواستن بگیرن، از اونجا رد بشن، از خاورمیانه برن آسیای جنوبی فلان. بعد میبینید که مثلا به عنوان مثال در جنگ سرد، زمانی که شوروی ها به افغانستان حمله کردند و اونجا رو گرفتن، هدف اصلیشون رسیدن به آبهای گرم دریای عرب و اقیانوس هند بود. یعنی مقصد اصلیشون این بود که به اونجا برسن. چطوری به اونجا میرسن؟ باید برن از طریق بلوچستان و اینه که هدف قایشون بلوچستان بود. به این جهت منطقه در
به اصطلاح تحولات بین المللی هم روی این جنبش های اتفاقا در تایید حرف شما در سال 1340 یک حزب دموکرات بلوچستان در بغداد تشکیل میشه. میگویند اساس این برنامه‌ای که شما ذکر کردین حزب توده نقش اصلی در این داشته. آیا به نظر شما این درسته که برای رسیدن به آرزویی که کمونیست‌ها به چیز دستیابن، به آب‌های جرم جنوب دست بیابن، آیا در رسیدن به اون هدف بوده؟ البته شما میدونید که چه نقطه ظریف و حساس تاریخی رو شما اشاره کردید. خب حزب توده در ایران اینا که میدونید طرفدار شوروی بودن، درسته، اون پیکاریای چپ ماویست بودن بیشترشون، و بعد خب طبیعی بود که این حزب توده ایران با احزاب هم فکرشون در افغانستان، در عراق همکاری میکردن و شوروی هم از اینا حمایت میکرد، بله شکی نیست. بعد ولی یک نکته جالب دیگری هست که همون تحولات منطقی و بین المللی و تاثیر اونا روی جنبش های این، همون زمانی هست که حضرت آیت الله امام خمینی هم در عراق زیر چتر صدام حسین درست زندگی می‌فرمودند و از اون تمام این احزابی که الان سر کار هستند در بعدن که ایشون سر کار آوردن، سر کار اومدن، این همون کار کردن، تمام مخالفین صدام آوردن. بختیار هم که از ایران فرار کرد رفت عراق، اونجا بهش پناه دادن، از اونجا رد شد. اینه که این تحولات منطقی نشان میده که آره صدام از مخالفین ایران نه، این نشون میده که بلوچ‌ها چه نقش بزرگی میتوانند در منطقه ایفا کنند. عرض کنم که بعد مثلا یک مسئله که میگم اینا تاریخ ما رو کاملا میخواد محو بکنن، چون به بلوچ ها در ایران نمیدونن تاریخ شده مطالعه بکنن. آقای دکتر به تاریخ مردم بلوچ چیز اختصارا در برنامه آینده میپردازیم. اما یک سوال اساسی، آیا میتواند یک حکومت متمرکز دموکراتیک باشه؟ غیر ممکنه، چون تعریف دموکراسی استاد سلیمانی خودتون استاد هستید و بهتر میدونید، بهترین تعریفی که من از دموکراسی دیدم تعریفی هست که آقای لینکلن رئیس جمهور یکی از رؤسای جمهور آمریکا کرده، که دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم برای مردم، و اساس دموکراسی اینه که خود مردم امور خودشون اداره بکنن از سطح ده، شهر، استان ها، کشور. بعد اگر این اساس دموکراسی هست، بعد خب فرضاً در ایران دموکراسی برقرار شد، بعد مردم آذربایجان، ملت بزرگ ترک در آذربایجان بگن که آقا ما مثل ملت کبک یا ملت اسکاتلند ما میخواییم یک رفراندومی باشه که ما بیاییم تصمیم بگیریم حق خودمونه که آیا ما ملت ترک تصمیم بگیره که آیا میخواد جز ایران بمونه یا میخواد جز مستقل بشه فرزند. چون وقتی دموکراسی باشه شما که نمیتونید به مردم بگید که نه اینو نگو یا اون اینطوری فکر نکن. خب نمونش انگلیس که به قول اون فارسگرایان استعمار پیر ولی مهد تمدن همین 7-8 سال قبل بود، ملت اسکاتلند در بریتانیای کبیر گفتن آقا ما میخواییم مستقل بشیم. آره حکومتشون هم دست خودشونه، اداره میکنن پارلمان خودشون، گفتن ما میخواییم. دولت انگلیس که تانک و توپ نفرستاد
گفت که خب این مسئله باید از طریق دموکراتیک حل بشه. گفتن چیه راه دموکراتیک؟ تنها راه دموکراتیکش اینه که گفتن بیایید بپرسیم از ملت اسکاتلند رفراندوم بشه. اگر اکثریت گفتن میخوان مستقل بشن، خب حقشونه، اکثریت گفتن. اگر گفتن که نه میخوان جزء انگلیس باشن، بعد اون هم حقشونه. اومدن رفراندوم کردن، 54% گفتن ما میخوایم جزء بریتانیای کبیر بمونیم. این همین در کبک در کانادا اتفاق افتاد. چندین بار، دو بار تا الان کبکی‌ها که فرانسوی زبان هستن خواستار استقلال شدن، اومدن رفراندوم کردن، ولی اکثریت کبک‌ها 51% گفتن ما میخوایم جزء کانادا بمونیم. خب این از دموکراسی اینه، اینه که فارسای محورگرا هیچ وقت نمیگذارن در ایران دموکراسی باشه و به همین جهت خودشون هم اسیر همین بدبختی هایی هستن که سر ملت های دیگه آوردن. روی دموکراسی نمیبینن، ندیدن، روی پیشرفت ندیدن و نتیجهش همینه که میبینید یک کشوری که با اون همه منابع طبیعی، با اون همه نیروی انسانی ماهر دارن در قرون وسطا روز به روز عقب میرن، دنیا جلو میره، اینا میرن عقب. این واقعا دلیلش همین چی هست؟ مثلا همین کتابی که ما نوشتیم، دوستان زیادی که در 40-50 سال در آمریکا زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن و اساس تمدن و پیشرفت غرب همون آزادی بیانه که در قانون اساسی آمریکا این کاملا تضمین شده، اولین اصلش هم هست، آزادی بیان، اولین ماده قانون اساسی آمریکا همون آزادی بیانه. بعد اینا 40-50 سال در خارج زندگی کردن، این روشنفکرای ورشکسته فارسان. بعد من این کتاب رو نوشتم، خب شما مخالفید باشید، ولی آیا من در آمریکا هم حق ندارم از آزادی بیان خودم استفاده بکنم، نظریه خودم رو بیان کنم، تحقیقی بنویسم؟ به من زنگ میزنن میگن آقا این چه کار خطرناکی کردید، شما اینو ننویسید، اونو بنویسید. آخر این همون حرفاییست که جمهوری اسلامی میزنه تو ایران که شما اینطوری بنویسید، اونو ننویسید، سانسور میشه، نمیشه. همون حرفایی که شاه میزد. آخر تا کی میخواید این اون اصلا اساس پیشرفت جوامع همین آزادی بیانه، همین تضاد و استکاک افکار هست که پیشرفت ماشین محرکه پیشرفته. حالا در آمریکا 50 سال اینجا بودن، ولی اون اختناق و اون رویه که نتیجه به اصطلاح مستقیم دیکتاتوری هست، هنوز این هموطنان ما که در سالها در غرب زندگی کردن هنوز اون رو حفظ کردن، هنوز فکر میکنن که ایران گاو مقدسه، ایران یک خاکی بیش نیست، مهمترین چیز اون شهروندانی هستند، اون انسانهایی هستند که در اون خاک زندگی میکنن. این در همه جای دنیا همینه، کشورها بدون انسان ها ارزشی ندارن، خاکن، جنگلن، حیوانات زندگی میکنن، ولی اون انسانه که یک کشوری را بهش ارزش میده. اگر انسان ارزش نداشته باشه، اون خاک به چه درد میخوره؟ این آقای دکتر، ما در یک جامعه استبداد زده بزرگ شدیم، یا همیشه این دوستان پان ایرانیست ما یا استبداد زده بودن یا مستبد بودن، یا استبداد پذیر بودن یا از استبداد اینها الهام گرفتند. همیشه شما دقت بفرمایید، از مصدق دموکراتیک چش گرفته تا عاقد قرارداد ننجین 1919 وسوق الدوله یا قوام السلطنه که ضد ملیت های ایرانی بوده، عامل وحدت به اصطلاح ایران بوده، دکتر مصدق دموکراتیکش هم در خصوص ملیت ها با قوام السلطنه همفکر بوده و در کابینه او همفکر و هم اندیشه بودند. همیشه اینها
قوام السلطنه وسوک الدوله دکتر مصدق همیشه در کنار هم بر علیه این ملت ها تصمیم گرفتن. ما اینو بالعینه در وجود رضا پهلوی دموکراتیکی که دم از دموکراسی میزنه، اون هم میگه اگر جمهوری اسلامی تجزیه بشه من سلاح به دست میگیرم و با تجزیه طلبه ها میزنجم، همون حرفی که پدرش میزد. ادعی میگن این دموکراتیک شده، این به دموکراسی اعتقاد داره. این چگونه به دموکراسی اعتقاد داره که نمیتوانه افکار و اندیشه های این ملت ها را در خصوص دموکراسی قبول کنه؟ بله کاملا کاملا. این دلیلش همونطور که من عرض کردم دو چیز هست. یکی اینه که خب این روشن فکرای فارس اولا اینا تسلط کامل بر تمام وسایل ارتباط جمعی در کنترل دولت ها بوده، هم دولت پهلوی هم دولت خمینی، و اینا اون افکار مسموم و عقب افتاده اون ایدئولوژی دولتی رو به مردم ها تزریق می کردن که مردم در جهل نگه دارن و اینا رو مطیع و فرمانبر بکنن. بعد دوم اینکه خب این روشنفکران هم به اصطلاح بلندگوی دولت‌های حاکم بودن و در غارت کردن این ملل غیر فارس سهیم بودن، و سوم اینکه بعقیده من، البته بعقیده شخص من بر اساس بررسیام، چون ایران یک جامعه عقب افتاده بود از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی بوده و هست، بعد این عقب افتادگی اقتصادی فرهنگی این خودش در روشنفکران ما هم بروز داده، یعنی روشنفکران ما هم عقب افتاده هستند، همون روشنفکران ما. دلیلش اینه که مثلا هنوز که هنوزه به مفهوم آزادی بیان که به اصطلاح که ماشین محرکه پیشرفت در غربه، هنوز که هنوزه به اون ایمان ندارن، قبول نمی کنن. بعد یک افکار قرون وسطایی رو در جمهوری اسلامی یا تزریق می کنن و ترویج می کنن، و یک افکار به اصطلاح متحجر دوران باستانی را در زمان شاه تزریق می کردن. بعد اون غرب زده ها هم به جایی که بیان در غرب از دموکراسی صحبت کنن، از به اصطلاح اونایی که اولین انقلاب دموکراتی که در دنیا وجود آوردن، اولین دموکراسی را مثل آمریکا، از جورج واشنگتن یا اون رهبران دیگه صحبت کنن، یا از انقلاب فرانسه، اومدن از هیتلر حمایت میکردن روشنفکران زمان شاه، و هنوز هم کنوزه همون طرز فکر دارن و یک حرفای به اصطلاح مفاهیم بسیار زشت و غیر متعارف و غیر انسانی مثل آلمان هیتلری را اینا هنوز صحبت از آریایی بودن می کنند، آریایی نژاد می کنند، و یک حرفایی از این قبیل که هیچ واقعا ربطی به پیشرفت نداره. خود اروپایی ها، آلمانی ها این رد کردن، این افکار آمریکایی ها رد کردن. این مسئله آریایی، این نژاد آریایی ساخته پرداختی فاشیزم بوده، هیتلر بوده، مظله ایران شهر که ارگان مرکزی پان ایرانیست‌ها بوده، اون با پول هیتلر چاپ می شده و نشر می یافته. این ما شاهد این بودیم که چرا رضا شاه و آقای اوج می خوام انگلستان تبعید می کنه، به خاطر وابستگی به تفکر فاشیسم بوده.
ما حتی من بسیار متاسفم آقای دکتر در این خصوص که متاسفانه غرب حاکمیت های غربی با فرکانس های پان ایرانیست ها به اصطلاح تحلیل های خودشونو به صحنه در صحنه سیاسی جهان تنظیم میکنند. این مرا بسیار متاسف میکند. غربی ها با وجود این همه تکنیک، این همه تکنولوژی، این همه رسانه های مستقل، این همه قومیت ها و ملیت های موجود در ایران، باز هم تکیه گاهشون همان پان ایرانیست ها هستند. حتی در حاکمیت، متاسفانه در حاکمیت آمریکا هم اینها میتوانند افکار و اندیشه های خودشونو به صحنه ظهور برسانند. اما خوشبختانه یک چالش هایی در این خصوص فعلا در حال شکل گیری است. امیدوارم دولت آمریکا به این چالش ها دقت بسیاری بکنه. امیدوارم در این خصوص نظر خودتون رو بیان بفرمایید آقای دکتر. حالا عرض کنم که به آمریکا واقعا مهد دموکراسی است. دیروز در واشنگتن یک تظاهراتی بود وسیله همین دست راستی های فاشیست. شما میدونید چند نفر اومده بودن جلو کاخ سفید؟ 20 نفر ها؟ ولی دموکراسی رو نشون میدید. پلیس از این 20 نفر حمایت کرد. در مقابل این فاشیستا 4000 یا 6000 نفر ها جمع شده بودند که خود مردم که بر علیه اینا اظهار مخالفت بکنن و پلیس مجبور شد که این 20 نفره که افکار فاشیستی و نازیستی داشتن اینا رو هم این دموکراسی رو نشون میده. بعد دولت ایران هم شما میدونید که به صورت امروزی ساخته و پرداخته ها قدرت های غربی هست، آمریکا و خصوصا بریتانیای کبیر انگلیس، که بعد از انقلاب بولشویک در شوروی بعد اینا تصمیم گرفتن که برای جلوگیری از رشد یا گسترش انقلاب بولشویک به مناطق جنوبی شوروی اومدن ایران به صورت فعلی در آوردن. البته این باز هم این تحلیلی که شما میفرمایید اون تحلیل هم از طرف پان ایرانیست ها ارائه میشه که گویا غرب، ولی به هر حال اینو قبل از این جان لیمبرت فرمایید من اینه چی بگم. فرضاً در بلوچستان، خب بلوچستان در زمان 1928 ببین بعد از انقلاب بولشویک ها وسیله جهانبانی اومد و بلوچستان اشغال کردن. آقای جهانبانی، جنرال جهانبانی در کتاب خودش میگه عملیات قشون در بلوچستان، اسم کتابش عملیات قشون در بلوچستان. حالا عملیات قشون برای چی هست؟ برای اینکه یک جای اشغال بکنی که بعد میگه که 2 سال برنامه ریزی کردن که چطوری برن بلوچستان اشغال بکنن. بعد این کاری که میکنن، ولی دولت انگلیس پشت پرده بوده، بعد با به ایران میگه که در چه تاریخی حمله بکنید، چون در همون زمان دولت انگلیس مرز بلوچستان غربی ره با بلوچستان شرقی که مستقل بوده، خان کلات هم فرمان روای خودشو داشته، میبنده که بلوچای شرقی اون دولت خان کلات نتونه کمک و نیرو امداد بفرسته به کمک برادرانشون در بلوچستان غربی. حالا چون این تاریخ میگه، خود آقای جنرال شعبانی میگه که رفتند و گرفتند اشغال کرد. حالا چون ما گفتیم الحاق کردن، منظم کردن، خیلی از این فاسده حالا خیلی ناراحت شد، آقا یعنی چه الحاق کردی؟ بزرگ گرفتی؟ بلوچستان اصلا همیشه مال ایران بوده. همون حرفی که در مورد آذربایجان میزنن که همون تسلط فرهنگی است دیگه، که تاریخ غلط به ما تزریق کردن که آذربایجان همیشه جزئی از ایران بوده.
در طوری که آذربایجان حکومت کرده بر ایران، نه به جزی از نه حکومت آذر ممالک محروسی ایران میشه. بعد مثلا یا ازبکستان بگیم فرضاً که بله همه اینا مال با بودن، در صورتی که شما میدونید خود همین ازبکا اومدن گرفتن اون منطقه رو که چیه، اینا خودشون قدرتی بودن کاملا مستقل. بلوچستان همیشه مستقل بوده در طول تاریخش، همیشه جهانگشایان اومدن، حالا مغلا بودن یا فارسا بودن یا انگلیسا بودن، اومدن و رفتن، ولی بلوچستان در طول تاریخش همیشه مستقل بوده، حداقل نیمه مستقل بوده. همین الان همین خانه کلات در پاکستان اینا 600 سال حکومت کردن تا زمان 1948 و بلوچستان جز امپراتوری بریتانیا نبوده. روابط به اصطلاح روابطی داشتن که از نظر به اصطلاح معاهدات بین المللی اینا معاهده داشتن که تحت حمایه انگلیس بودن، به خاطر اینکه انگلیس میخواست امپراتوری هند حفظ بکنه و بلوچستان این به تاریخ مفصل در این برنامه که الان ما ترتیب میدیم انشالله در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. ما برنامه ما در همین لحظه به پایان میرسه، اما در خصوص اون که فرمودین که حکومت جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته غربی هاست، ولی به هر حال شاید بعضی اسناد و مدارکی وجود داره که غربی ها به خمینی کمک کردند، اما بیشتر بله دولت های غربی، اما این بیشتر تحلیلی است که از طرف پان ایرانیسته ها ارائه میشه و میخوان خودشونو تبریه کنند و سکوت خودشونو نسبت به کارتر مرتبط بکنند، چون میگن که حقوق بشر کارتر اینو به اصطلاح سکوت کرد. اما جان لیمبرت در یکی از دیپلمات های جروگان در ایران خودش حتی اینو خودش برای من تعریف می کردن که حکومت ایران قابل پیشبینی بود که سقوط کنه، یعنی 10 سال قبل از اون، یعنی 57، یعنی قبل از 10 سال قبل از 57 قابل پیشبینی بود. اون میگه من در شیراز خودم استاد دانشگاه بودم، تدریس می کردم، اون زمان ما اینو پیشبینی می کردیم که نارضایتی به حد اشباع رسیده، دیگه نمیشه به حکومت پهلوی امیدوار بود. خیلی ممنون از خیلی تشکر. سفید است، دوران جمهوری اسلامی در حال اتمام هست، این مجبوره میدیم دفعه بعد صحبت بکنیم انشالله. قربون شما، خیلی ممنون، فدا.